اولین مشکل پس چیه؟ مشکل اینه که حافظه تاریخیه، یعنی اینکه خارج از کشور سازمان‌های امنیتی، اپوزیسیون‌ها، اونهایی که اتاق فکر تشکیل میدن واقعا ایرانی‌ها رو احمق میدونن. و یکی از دلایلی که هر 40 سال، 30 سال، 45 سال خاورمیانه رژیماشو عوض میکنن برای اینکه حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت تبدیل نشه. یعنی چی؟ یعنی بعدها که ما امپراتوری پارس رو هم تشکیل میدیم، سر 40 سالگی تمام سازمان‌های امنیتی و کشورها دست در دست هم همانند فیلم پوارو، یعنی قطار سری و سیل به سمت امپراتوری پارس میان و هر کدوم یه چاقو رو محکم در بدن این امپراتوری وارد میکنن. چرا؟ چون نمیخوان حافظه کوتاه مدت تبدیل به حافظه بلند مدت بشه. یعنی چی؟ یعنی الان شما گروهی هستین، ایرانیایی هستین که یک انقلاب 57 دیدید و حالا دارن یک انقلاب جدید تولید میکنن. اگر یک حکومتی در خاورمیانه 90 سال بمونه، این حافظه کوتاه مدت تبدیل به بلند مدت میشه و مردم بازیهای سازمانهای امنیتی رو میفهمن، چون دیدن کتابها را جوش مینویسن و دیگه نمیشه رژیمهای خاورمیانه را عوض کنیم، رژیمهای این منطقه رو تغییر بدیم. یعنی در دوران زمان شاه سازمان‌های امنیتی اومدن راجع به اسلام و راجع به این مطالب صحبت کردن و شاه رو کشیدن پایین و جمهوری اسلامی رو آوردن برای آوردن رضا پهلوی، حالا به اسلام حمله میکنن. اگر 30 سال دیگه این حکومت ادامه پیدا کنه، دیگه نمیتونن این بازی رو تکرار کنن که از سکولاریسم وارده عرضم حضور شما که حکومت دینی و از دینی به وارد سکولاریسم بشن.